تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انت غنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفری قرآن کلام خالق هست و مخلوق قبل از هر چیز و هر کتابی حقش اینه کتاب خالق رو بخونه. از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد، ما هم یک بیان روانی داشتیم. از اول که شروع کردیم به جزء 24 سوره غافل و الان آیه 11 هستیم. بشنوید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. کفار در قیامت میگن خدایا تو دو بار ما رو مرگمون دادی، دو بار ما رو زندمون کردی، میشه یه بار دیگه هم؟ تو که دو بار کار کردی. در فارسی مثلش میگن هیچ دو اینی که به سن رسه بیا دفعه سوم هم منو یه مرتبه دیگه برگرده به دنیا و دیگه آدم خوبی میشیم، دیگه کار خوب انجام میده. دوبار مرگمو دادی، ظاهرا مراد از مرگ یکی پایان عمر دنیاست، یکی هم پایان عمر برزخ. چون عمر ما که تموم شد میمیریم. یک، در برزخ دو مرتبه حیات برزخی داریم، دو مرتبه حیات برزخی گرفته میشه، پس دوبار مرگ، مرگ بعد از پایان عمر دنیا، مرگ بعد از مرگ پایان عمر برزخی. گرچه بعضی گفتن که این دو مرتبه مردن، یکی مردن قبل بود که از جمادی مردم و نامی شدم که ما خاک بودیم مرده بودیم، بعد اون مواد غذایی خاک مثلا شد گندم و برنج و سبزی و میوه و بعد اون شد نطفه و ما رو زنده کردی. یعنی مثل که آیه که مثلا میگه کنتم امواتا فاحیاکم، شما مرده بودید ما شما رو زنده کردیم. ولی میگه اینجا میگه امتا، ما رو میراندی. اونجا خاک مرده بود، میگه که نه ما زنده بودیم تو ما رو میراندی. امتا نتنه خدای تو دوبار ما رو مرگمو دادی. اون که اول جماد بودیم زنده نبودیم تا خدا مرگمو بده، از اول مرگ بودیم یعنی جماد بودیم. اینجا میگه نه تو ما رو مرگ دادی، این میروندن غیر مرده بوده نه. پس ظاهرش اینه که یه بار پایان عمر دنیا منو مرگم دادی، دو مرتبه در برزخ حیات برزخی داشتم، باز حیات برزخی رو گرفتی از من. و احیای تنسنه دوبارم زنده هم کردی. زنده کردن یه مرتبه تو برزخ زندم کردی، یه مرتبه در قیامت. حالا اونی که مهم است این است که حالا سرم گفته اثنتین، امت اثنتین و احییتن اثنتین، این یه دوبار میخواد بگه تو که ای کاره ای، یعنی کار برای تو محال نیست، پس یه بار دیگه برگردون به دنیا. فاعترف نابزن و بنا، الان اعتراف کردیم به گناهان ما، قبول داریم هر چی تو بگی قبول داریم، خودمونم دیگه اقرار میکنیم. فهل الی خروج من سبیل، آیا برای بیرون رفتن از دوزخ یه رای هست؟ پناه بر خدا. این که التماس میکنن ما برگردیم بارها تو قرآن اومده با عبارتهای مختلف. یه بار مثلا داریم لو ان لی کرتن، میشه یه بار دیگه ما برگردیم فاکون من المحسنین. یه جمعی میگن ربنا اخرجنا منها، خدایمونو بیرون بیار از جهنم. فین ادنا فین نا ظالمون. یه بار میگن رب ارجعونی، خدای منو ارجاعم بده، مراجعت کنم برگردم امرتون. یه بار میگن فرجعنا، رب ارجعونی فرجعنا اخرجنا لو ان لی کرتن هل الی مرد من سبیل هل الی خروج من سبیل. 5-6 تا آیه داریم که در جاهای مختلف قرآن میگه که خدای منو برگردون. عجب دنیا، دو سه روز عیاشی، قفلت، بی‌اعتنایی به خدا، بی‌اعتنایی اعراض از خدا، اعراض از راه خدا، اعراض از
خلق خدا، چه روزگار سیاهی جلوه پای ما هست. خب اونجا میگن فعترفنا، دیگه اعتراف کردیم. در دنیا میگفتن نخیر قیامتی نیست، خدایی نیست، و ما یهلکنا الا الدهر، ما اگرم ببینیم روزگار منو مرگم میده. اونجا میگن نه، امتا احیایتا. در دنیا میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر، یعنی اگرم مرگ ببینیم طبیعت منو میمیرونه. اونجا میگفتن امتا احیایتا، یعنی تو منو مرگم دادی، تو منو زنده کردی. اعتراف میکنن اینا، حتی برای یه لحظه اگر، یعنی حتی حاضرن که تخفیفی بشه، مثلا میگن یا یخفف عنا یا ملکوت آلنا ربک یخفف عنا، خدا یا ای مالک از خدا بخوا که تخفیف بده، یوم من العذاب، یه برهه از زمان، یه روز مثلا. خب چرا به اینجا روزگار به اینجا میرسن؟ چرا آدم ایتو میشه؟ میگه میدونه چرا؟ آیه 12 رو بشنوید. میگه چرا؟ چرا اینا التماس میکنن که برگردن؟ آیه 12 سوره غافل بشنوید. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر. علتی که اینجا به اون روزگار سیاه میرسید، هی میگید خدای برگردیم، رب ازعونی، فرجعنا، هل الی مرد من خروج، این به خاطر بود که وقتی خدا به تنهایی، یعنی هرگه، یعنی خدا به تنهایی خوانده میشد کفرتم، وقتی میگفتم قانون خداست، فرمان خداست، کفرتم، نه فرمان خدا نمیشه. اما و این یشرک به، اگه گفتین سازمان ملل گفته، قوانین بین الملل گفته، مردم چی میگن، همسر چی میگه، استاد چی میگه، جامعه چی میگه، محیط چی میگه، دنیای امروز میپسنده نپسنده، وقتی میگفتیم خدا اوف میشد، کفرتم، اذا دعی الله وحده کفرتم، و این یشرک به، اگر کنار او مثلا یه چیز دیگه میگفتن وقت ایمان میورده. الان هم هستن آدمایی که مثلا توی جلسه مهمونی اگر ببینن مثلا حال مردم دارن نگاه میکنن، میگه حال نمازم باشه بعد، یعنی به خاطر مهمونی نماز شو. حتی بعضی از مذهبی های ما مثلا میگه اگر زور عاشورا بریم نماز بخونیم دستمون به هم بخوره، یعنی پلوش دستش مهمتر نمازشه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. دختره میگه اگر نعوذتشان وضو گیرم ایلا که نخونم چه کنم، یعنی از یه رنگ قرمز نمیگذره که مثلا خدا رو نماز رو وضو نمیگیره، نماز نمیخونه. علت اون روسیای قیامت که هی التماس میکنن خدایا هل الی مرد من سبیل، لو ان لی کرتن اخرجنا منها، رب ارجعون، فرجعنا، برمون گردون. چرای تو؟ میگه برای که وقتی میگفتن خدا سنگین بودی، وقتی حرفای دیگه میزدن، یعنی در کنار خب خدا رو قبول داشت، اما تا هم گفت حال ببینیم دیگران چی میگن. حالا از این معلوم میشه که باید به مردم گفت که رمز سقوط چیه. ذالک ذالکم بانه، چون آیه قبل گفت خطر قیامت رو گفت، بعد گفت ذالکم بانه، تفهیم میکنه که دلیل جرم تو اینه، بانه ازادویه، یعنی وقت مجازات دلیل سقوط رو به مجرم بگید. کفر دلیل بر عذاب دائمی است، چون میگه که کفرتم، چون کفرتم دیگه خروجی نیست، رجوعی نیست، دائمی هستید. فالحکم لله، حکمم داور روز قیامت خداست، و موجوداتی را که شریک خدا قرار میدید قابل مقایسه با اون نیستن. فالحکم لله العلی کبیر، خدای علی کبیر، یعنی خدای بلند مرتبه و بزرگ، بت ها چیزی نیستن، با سنگ ترشیده شدن، با سنگ هم خورد میشن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که به قول تو قرآن میگی قل الله ثم ذرهم، بگو خدا رو باقی رو ولش کن، همین که فرمان خدا تسلیم بشین، کار نداشته شین که حالا ولو کره المجرمون ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، هر کی میخواد بهش برد، یه همچین ایمانی به همه ما مرحمت کن. آیه
11 و 12 سوره غافر تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.